بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. مجموعه خبری 53 را پی میگیریم. اما در آغاز سرخط خبرها. سخنان اطمینان بخش وزیر داخله به اعضای مجلس سنا: تا 6 ماه آینده مخالفان مصالح دولت به شدت سرکوب خواهند شد. تلاش های بی نتیجه حکومت برای آغاز گفتگوهای صلح. ریاست جمهوری می گوید که هنوز شرایط برای گفتگوهای صلح با طالبان مساعد نشده است. و دروغین خوانده شدن ساخت سلاح هسته‌ای از سوی رئیس جمهوری ایران. امروز یک شنبه 7 سرطان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 28 ماه جون سال 2015 میلادی. مجموعه خبری 53 با من محمد سجاد یاسان. مسئولان وزارت داخله اطمینان می دهند که تا 6 ماه آینده مخالفان مصالح دولت به شدت سرکوب خواهند شد. وزیر داخله یک بار دیگر تاکید می کند که هیچ ولایت به دست مخالفان مصالح دولت سقوط نخواهد کرد. این مقام امنیتی همچنان از راه اندازی عملیات سراسری برای پاکسازی مخالفان در سراسر کشور خبر می دهد. این در حالی است که روز گذشته رئیس امنیت ملی از بدتر شدن وضعیت امنیتی در ماه های آینده خبر داده است. منیب شاهین با شرح بیشتر این خبر. شدت گرفتن ناامنی ها در کشور سبب شده است که مقام های حکومتی هر روز برای پاسخگویی به شورای ملی بروند. روز یک شنبه مجلس سنا مسئولان وزارت داخله را به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی در شماری از ولایت ها به ویژه ولایت های سمت شمال به نشست عمومی فرا خواندند. ما تهدیدات می فهمیم که بسیار در افغانستان بلند است، دستای بسیار بزرگ در افغانستان کار میکنه که وضعیت افغانستان خراب بسازه. دشمن اوطوری که یک تعداد فکر میکنن اوقدر ساده هم نیستن. دشمن با یک برنامه بسیار قوی، با یک حمایت بسیار کلان بین المللی، تروریسم بین المللی امروز در افغانستان است. ما صرف میخواهیم بگویم که شخصا خود ما با وجودی که یگان وقت یگان انتقاد سالم و سازنده و پیشنهادهای دارم، شخصا ما از نیروهای امنیتی خود راضی هستم و همیشه موضوع یا استجواب بوده یا استهزا بوده. هیچ مشکل ریشه‌یابی نشده که مقصر اصلی تمام از این بدبختی ها سقوط پوسته ها کی است؟ که پاکستان وقتی عملات خود در وزیرستان شروع کرد و اینا آمدن، تنها در خوش 120 هزار نفر جا به جا شده بود. آیا اینا در نامنی های سمت شمال نقش ندارن؟ یک روز پیش از آن رئیس امنیت ملی گفته بود که در 6 ماه آینده نامنی ها شدت خواهند گرفت. اما وزیر داخله در مجلس سنا تاکید می کند که تا 6 ماه آینده مخالفان مصالح دولت به شدت سرکوب خواهند شد. اگر دمو کلمه آخر صحبت کنم، 6 ماه دیگه خلقم شدن دشمنای مردم افغانستان خواهد بود. توانمندی نیروهای امنیتی ثابت خواهد شد. نه که براتون بگویم در اینجا وضع به بحران و بحرانی تر بره. هر روزی که سپری میشه خاطرتان جمع باشه، اثبات میکنه در اینجا نیروهای امنیتیتان ارادی که در دولت مردای امروز قرار داره که میخواه صلح بیایه، ثبات بیایه، امنیت بیایه و در تعقیبش انکشافات اقتصادی و پیشرفتایی که لازمه. ظاهرا دیده میشود که تنها در ولایت های شمالی نه، بلکه در شماری از ولایت های دیگر نیز صدای ناامنی ها به گوش میرسد. وزیر داخله در حالی که از آمادگی های بازپسگیری ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز خبر می دهد، اما تاکید می کند که اکنون عملیات سراسری از سوی وزارت داخله در هماهنگی با نهادهای امنیتی دیگر برای نابودسازی مخالفان مصالح راه اندازی شده است. مرزیابی امروز ما است که 14 مکملا آزاد شد. دشت ارچی به طرفش تمام قوتا پلان داره بگیرن نمانه که سرایت کند در اوزه قندوز. اوزه قندوز تمام ولایتی که در اطرافش است. به خاطر از او، خاطر شما جمع باشه، پلانای مکمل از این که باید از پلان شده اردو، پلیس یا وزارت داخله تمام نیروهاش با امنیت ملی پیش ببره در تمامی ولایت، مخصوصا این زونه که شروع کنیم هیچ ولایتش از عملیات نمیمانه. یک امیر رقم صدا از اینجا بالا شد از طرف مشرقی. مشرقی میفهم که آل ابتکار در دست قوتهای ماست، در دست دولت است، اما تهدیدات و تحریکات بسیار فراوان است. با این همه دیده میشود که نیروهای امنیتی هم برای امنسازی بخش های کشور آرام ننشسته
و گفته می شود که هماکنون نیروهای امنیتی در بیش از 10 ولایت کشور مصروف نبرد با مخالفان مسلح دولت هستند. هنوز شرایط برای گفتگوهای صلح با طالبان مساعد نشده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری با ابراز این مطلب میگوید که علنی بودن گفتگوهای صلح با طالبان از شرطهای اصلی حکومت افغانستان است که تا اکنون مساعد نشده است. به گفته او، هر زمانی که این شرایط مساعد شود، گفتگوهای صلح آغاز خواهد شد. حفیظ الله سالنگی گزارش می‌دهد. جنگ های تمیلی در کشور مانع آمدن صلح در کشور شده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که هنوز شرایط برای گفتگوهای صلح با طالبان مساعد نشده است. وی علنی بودن فرایند تامین صلح با مخالفان مسلح دولت را از شرط های حکومت می گوید. به گفته وی، هر زمانی که این شرط های حکومت افغانستان مساعد شود، گفتگوهای صلح آغاز خواهد شد. پالیسی حکومت افغانستان در این قسمت مشخص است. سه واژه را سرش پافشاری میکنم: علنی، مستقیم و افغانی. یعنی حکومت افغانستان این شرایط را مطرح کرده تا با طالبا و هر گروه دیگه که در مخالفت با حکومت افغانستان است با ایشان صحبت کنند. شرایط تا هنوز شرایطی که اشاره برش کردم که علنی بودن، مستقیم بودن و افغانی بودن روند است فراهم نشده. ما امیدوار هستیم تا به شرایط ما زمانی که مساعد شوه، زمینه برابر شوه، ما گفتگوها را با طالب آغاز میکنیم، ولی همچی چیزی تا هنوز برابر نشده. در همین حال ریاست جمهوری از حضور داعش در ولایت های المند، فرا و ننگرهار خبر میدهد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که داعش منکر آزادی و حاکمیت ملی افغانستان است. مفکوره یا ایدئولوژی داعش در مخالفت با اساسات و مفکوره های مردم افغانستان قرار داره، ارزش های داعش در مخالفت با ارزش مردم ما قرار داره و فعالیت گروه داعش منکر آزادی و حاکمیت ملی افغانستان است که ایره ما 100% رد میکنیم و داعش یک نهاد تروریستی و دهشت افکنی است که بدترین جنایات را مرتکب شده، به ویژه علیه مسلمان ها و هر گروه و هر فرد و هر قبیله ای که با قماش از او مشابهت نداشته باشه علیه از او جنایت مرتکب شده و حملات و ترور و دهشت مرتکب شده. در همین حال مسئولان امنیتی کشور میگویند که در ولایت المند، فرا و ننگرهار بر ضد داعش عملیات های انجام شده است و همکنون نیز در ولایت ننگرهار بر ضد داعش و دیگر مخالفان مسلح دولت نیروهای امنیتی کشور در نبردند. مخکې دوستانو پوښتنه وکړه چې داعش پسې ولې نه ګرځئ، دا زه نه تاییدوم. موږ اوس په بټیکوټ ولایت کې، بټیکوټ ولسوالۍ کې وبخې، د ننګرهار په ولایت کې موږ عملیات لرو او هغلته تاسو ته معلومه ده چې د داعش ګروپونه دي او همغې دپاره عملیات روان دي چې په دې تروریستي ګروپونو باندې ضربه وارده کړي. معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که برای مهار کردن داعش در کشور حکومت برنامه مشخصی در شورای امنیت ملی تصویب کرده است و تلاش های داعش در کشور تا کنون دفع شده است. مسئولان محلی اروزگان از جنگ شدید میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در این ولایت خبر دادند. عبدالکریم کریمی ولسوال خاص اروزگان گفته است که در جریان حمله شب گذشته طالبان در منطقه سلطان محمد ناو ولسوالی خاص اروزگان 4 طالب مسلح کشته شدند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. با گفته آقای کریمی، در این رویداد 2 سرباز پلیس نیز شهید شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. ملا عبدالصمد فرمانده پلیس محلی منطقه سلطان محمد ناو نیز گفته است که جنگ به شدت در منطقه جریان دارد و تا حال هیچ گونه کمک نظامی به نیروهای امنیتی حاضر در محل صورت نگرفته است. ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار با 5 تن از زیر دستانش بازداشت شده است. دفتر رسانه های ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه گفته است که منصوبان این ریاست طی یک عملیات ویژه در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار عبدالقهار مشهور به حقیار ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی دوربابا را بازداشت کردند. خبرنامه افزوده است که در این عملیات مقدار سلاح و جنگ افزار نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
در یک قرارداد اداره هوانوردی 200 میلیون دلار صرف جویی شده است. در خبرنامه دفتر رسانه های ارگ ریاست جمهوری آمده است که در نشست کمیسیون تدارکات ملی که دیروز برگزار شد، قراردادهای شماره از وزارت‌ها و اداره مستقل هوانوردی ملکی مورد بررسی قرار گرفت. در این خبرنامه گفته شده است که در یک قرارداد اداره هوانوردی ملکی 200 میلیون دلار صرف جویی شده است، اما در مورد جزئیات بیشتر نداده است. به اساس خبرنامه، تعدادی از قراردادها برای ارزیابی و بررسی بیشتر در جلسه‌های بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت. یک شهروند ایرانی که در ولایت هرات از سوی مردان ناشناس روبوده شده بود آزاد شده است. رسانه‌های ایرانی امروز از قول احسان الله حیات، سخنگوی والی هرات، نوشتند که این شهروند ایرانی راننده موتر باربری بود که با تلاش پلیس آزاد شده است. این شهروند ایرانی چند پیش از سوی مردان ناشناس از یکی از راه‌های مواصلاتی در هرات روبوده شده بود. سخنگوی والی هرات گفته است که آدم روبایان این شهروند ایرانی را در منطقه اسحاق سلیمان ولسوالی انجیل این ولایت آزاد کردند. وزارت معارف در نظر دارد بیش از 2 میلیون جلد کتاب مکتب را در جریان یک ماه در داخل کشور چاپ کند. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف گفته است که برای چاپ این کتاب‌ها 62 میلیون افغانی صرف خواهد شد که هزینه چاپ آن از سوی کشور دانمارک، اداره توسعه آمریکا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف پرداخت می‌شود. این نخستین بار است که به این تعداد کتاب مکتب در داخل کشور چاپ می‌شود. وزارت سرحدات، اقوام و قبایل نقش شوراهای قومی برای تأمین صلح در کشور را با اهمیت می‌داند و تأکید دارد که این وزارت در راستای اتحاد میان اقوام و تأمین صلح تلاش می‌کند. وزیر سرحدات، اقوام و قبایل همچنان تفاهم‌نامه‌ای را برای همکاری شوراهای قومی در پیوند به تأمین صلح با آنان امضا کرد. وی می‌گوید که رئیس جمهور وعده سپرده است که از نقش شوراهای قومی در پیوند به چگونگی گفتگوهای صلح کار بگیرد. حضرت محمدی گزارش می‌دهد. صلح و امنیت از خواسته های دیرینه مردم افغانستان، خواسته که تا کنون بهای گزاف و سنگینی بر مردم تحمیل کرده است. فرایند صلح افغانستان هم بسان بسیاری از فرایندهای ملی حرکت پر از فراز و نشیب را پیموده است. به همین بهانه نشستی در پیوند چگونگی پیش برده گفتگوهای صلح با طالبان و نقش شوراهای قومی در این فرایند با پا در میانی وزارت قبایل و سرحدات میان شورای قومی دایر شده است. وزیر قبایل و سرحدات نقش شورای قومی در امر تامین صلح در کشور را به اهمیت می‌خواند و تاکید دارد که این وزارت در امر اتحاد میان اقوام برای برچیدن بساط بدامنی‌ها و فرش کردن گلیم صلح تلاش می‌کند. وزیر قبایل و سرحدات می‌گوید که رئیس جمهور وعده سپرده است تا از نقش شوراهای قومی در پیوند با چگونگی گفتگوهای صلح کار بگیرد. دغه شوراګانی کولای شي د صلح او د ملی یووالي په پروګرام کې ګټورې او اغیزمنې تمام شي. مونږ په دواړو برخو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له مشرتبه سره تفاهم کړی دی. د افغانستان ولس مشر په ډېرې مینې سره دا ومنله چې په رښتیا سره د دغو شوراګانو رول نن سبا په ټولنه کې نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په ولسوالیو، په ولایاتو او په کلیوالو سیمو کې ډېر زیات ارزښتمن او د اهمیت ورده. وزیر قبایل و سرحدات همچنان تفاهم نامه ای را برای همکاری شوراهای قومی در پیوند به تامین صلح با آنان امضا کرد. بر اساس این تفاهم نامه، وزارت قبایل و سرحدات مکلف است تا شرایط مناسب برای سفرهای اعضای شوراهای قومی به ولایات و گفتگو با مخالفان را فراهم کند. کارنده رول چې د قوم مطرح مشران، مخاور متنفذین او قومی شوراګان تل په شان د دولت ترڅنګ په هیواد کې د سولې تامین او د قومي منازعات د حل په برخه کې لري، نو د وخت د غوښتنو سره سم د ځانګړي میکانیزم د رامنځته کولو لپاره اړینه ګڼل کیږي چې د قومي شوراګانو سره د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت همغږي پیاوړي شي. با این حال اما شورای عالی صلح اطمینان میدهد که این گفتگوها به صورت شفاف و با خواست مردم افغانستان تعقیب خواهد شد. این شورا با مهم خواندن نقش شوراهای قومی در پیوند با تحکم صلح میگوید که به دلیل نبود رهبری طالبان در کشور تماس با این گروه مشکل شده است. او همچنان
مینون نقش پاکستان در کشانیدن پای مخالفان به میز مذاکره را مهم خواند. رهبری مخالفین مسلح مخصوصا از طالبا به داخل قلمرو افغانستان نیستند. از او واسطه ما تماس مستقیم گرفته نمیتونیم، حتی این شوراهای قومی ما هم مستقیم که از اینا نمیتونه بگیره. اونا دروازه دارن، دروازه از او به دست ISI است. باید ISI دروازه را باز بکنه که آدم تماس بگیره. از سوی هم برخی از سران اقوام میگویند که در تفاهم نامه‌ای که میان وزارت اقوام و سرحدات و قبایل و شوراهای قومی به امضا رسیده است، فقط صلح با کسانی می شود که از افغانستان است و با نیروهای بیرونی جنگ میکنند. امی شورا امی طور یک تفاهم امضا کرده که هر کسی که او از افغانستان نیست، اینی طالبی از افغانستان نیست، از بیرون میه، با او هیچ صلح نمیشه، با او باید جنگ شود تا آخری که او از نبود شود یا او دستگیر شود. این در حالی است که تامین صلح و امنیت از مهمترین خواسته شهروندان کشور است که با وجود چندین سال تلاش تاکنون به هیچ نتیجه نرسیده است. گفتگوهای صلح میان حکومت و مخالفان مسلح دولت هرچند در سالهای گذشته افزایش یافته، اما هنوز هم چالش ها و سوال های زیادی در این زمینه وجود دارد. و اما در خارج از کشور، رئیس جمهوری ایران گفته است که ذهنیت سازی های دروغین درباره ساخت سلاح‌های هسته‌ای در ایران باید برای جهانیان افشا شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است که کشورش به هیچ عنوان به دنبال ساخت سلاح‌های مخرب و غیر انسانی نبوده است و این ذهنیت سازی های دروغین باید برای جهانیان افشا شود. از جانب دیگر، با سرگیری مذاکرات هسته‌ای در سطح وزیران در ویانا، وزیر امور خارجه ایران خواستار لغو فوری تحریم‌های مالی، اقتصادی و بانکی غرب علیه تهران شده است. مذاکره کنندگان دو طرف پیش از این برای دستیابی به یک توافق تا 30 جون یا چند روز بعد از ضرب الاجل توافق کردند. پارلمان یونان با درخواست همه‌پرسی که از سوی دولت در رابطه با بحران مالی این کشور اعلام شده بود موافقت کرده است. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان خواهان برگزاری همه‌پرسی درباره رد یا قبول شرایط پیشنهادی اعتبار دهندگان بین‌المللی شده بود. آقای سیپراس پیش از رأی‌گیری در پارلمان که